بسم الله الرحمن الرحیم. مشتبه در مقابل ورزشکاری به میدان آمده که با حرکت زنگه راست پیروز میشه. خلانسقی در تقابل با رقیب خود این گونه به برتری میرسه. ببینیم که این مسابقه چی میشه. هر دو ورزشکار تلاش دارن ایرانش از جا بلند که تعریف خوب از حرکت زنگه راست استفاده میکنه. و حالا میبینیم که هر دو ورزشکار چی میکنه. آیا امید باز هم از حرکت چپ راست خود استفاده میکنه یا خیر گرفته وای و باز هم چپ راست. بهروز از اینجیل چپ راست فوق العاده. فهیم از آریا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم. مسابقات پهلوانی سبک وزن از ریشه کانال یوتیوب افغانی 123. مسابقات جالبی خواهد بود در این برنامه. امیدواریم که با شما عزیزان لذت ببریم. احسان الله از کلپ نظرگان، ایمان از کلپ نظرگاه و سایر پهلوانی هایی است که شما عزیزان بیننده خواهیم بود. طوری که میبینیم مسعود از کلپ الکوزه، مقابل او هم گلابشا از کلپ یلان گذره وارد میدان مسابقه شده در قند چهارم. بله، میبینیم که مسابقه بین این دو ورزشکار آغاز شده و هر دو ورزشکار میتونن از چمهایی که دارن مقابل یکدیگر استفاده بکنن و استاد هم دوباره این مسابقه رو به عهده داره. یک لحظه گلابشو میره و حریف خود از جا بلند میکنه تا از حرکتی که داره استفاده بکنه، اما مسعود مقاومت میکنه و موفق نمیشه تا اینجای کار که نتیجه به امرو نداشته و همان 0-0 مسابقه ادامه داره. ببینیم که بالاخره کدام ورزشکار موفق میشه به برتری برسه. بله، حالا دیگه گلابشو حریف خود از جا بلند کرد. یک لحظه ببینیم که چیکار میکنه. از حرکت کجه استفاده میکنه در روند اول مسابقه به برتری برسه. ببینیم در تکرار صحنه. گلابشایی که در روند اول موفق شد کمر حریف خودش به زمین بزنه، اما به دلیل به پایان رسیدن وقت میدان روند دومشان برگزار نشد و این گلابشا بود که در این جمعه هم موفقیت به دست آورد. و ببینیم که در هفته آینده نیست بین این دو ورزشکار یک بار دیگر کدام مسابقه دیگری هم برگزار خواهد شد یا خیر. واقعا که مسابقات خیلی جالبی دیروز در میدان پهلوانی مرحوم معلم سید عبدالغنی خلیل برگزار شد و تماشاچیان زیادی برای دیدن مسابقات پهلوانی حضور به هم رساندند تا از دیدن تک تک مسابقات لذت ببرند. و حالا مسابقه بعدی، ورزشکاری از کلپ انصار موفق میشه که با حرکت زنگه خیلی خوبی که داره کمر عبدالواحد به زمین بزنه. بله، مسابقاتی که در وزن 80 و 90 کیلوگرم در این هفته در میدان پهلوانی ولایت هرات برگزار میشه. استراحتی در کار نیست و باید هر دو ورزشکار به مسابقه بپردازن. باز هم حریف خود از جا بلند کرده و این بار از حرکت چپ راست استفاده میکنه و موفق میشه عبدالواحد از کلپ میر حبیب شکست بده با نتیجه 2-0. سبقی واقعا تماشایی بود و یک چپ راست استثنایی استفاده کرد. بله بینندگان عزیز، در ادامه هم همکارم و جاوید جان صحبت هایی را با استاد قلیس بسم الله دارن که با هم میبینیم و سپس با ادامه مسابقات به گزارش برمیگردیم. دوستان، مسابقات پهلوانی که هر هفته در میدان گشتی برگزار میشه واقعا عزیزایی هستن که زحمات زیادی میکشن به خاطر بهتر برگزاری مسابقات. از جمله رئیس فدراسیون گشتی ولایت هرات شیخ احمد ایدری که در اواخر واقعا طوفان کرده و پهلوانان همه جمع کرده و به میدان هم اسپانسرای خوبی اومدن و الحمدلله گشتی شده و مسابقات خوبی و همچنین داورهای عزیز ما، داورها هم نقش کلیدی در برگزاری مسابقات در بهتر نظم دادن مسابقات دارن. یکی از داورها ما که واقعا زحمات زیادی کشیده اجی قریص بسم الله جان. سلام عزیز سلام. سلام خدمت شما تمام هستم. زنده باشیم، سلامت باشیم. مسابقات پهلوانی دیگه قرار یه هفته ان شاءالله برگزار بشه در این مکان. بله، طوری که شما شاهد صحنه ام جاب جنوب مسابقات از وزنای 80 90 شوره و 5 قند ما آزاد داریم که ان شاءالله در اخر برنامه شما اینا هم ان شاءالله دنبال کنیم. اجی قریص، مسابقات پهلوانی و ایراد برگزار میشه طبعا مشکلات زیاد داره. یک از مشکلاتی که پهلوانا باید به زود توجه داشته باشن چیه؟ به عنوان داور مسابقات که شما برای ورزشکارا خود میتونیم بگیم باید یادآوری بیشتر بکنیم که تا اونا همین نکات را استفاده نکنن در اسنای مسابقه. مشکلات های کلیدی آقای امیری و داخل فدراسیون امیر شما از مسابق بده و هست و الحمدلله به اثر سعی کوشش عمر جدیدی که نور شما داریم و رئیس فدراسیون که داریم و عضو اعضای که هست
حداقل 50% حل بشه. 50% دیگه من شما لاوالا از این مسابقات داره. برای از این مسابقات گوشتی که هست به ولایت ایراد به کل افغانستان شما شاهد از این صحنه هستید که به هیچ فدراسیونی همینقدر تماشاچی و همینقدر گوشتیگیر نیه و هر کجا یک و هر فدراسیونی که همینقدر گوشتیگیر باشه و همینقدر تماشاچی باشه طبعا مشکلات خورم داره، چون بزرگترین مسابقاتی که برگزار میشه در داخل افغانستان به گوشتی محلی همین مسابقاتی که به داخل ایراد میشه برگزار میشه. نکاتی هست که اونا رو شما هم از نزدیک مشاهده کردیم، چینل شما هم اینا رو بدیده و ما هم داریم و لابلا از این ما شما هم اگه دست پنجه نرم میکنیم که الحمدلله چیزای خورده ریزر انشالله از بین برداریم و بتونیم به یک حد سهی تر یا مسابقات ما بگذاریم انشالله که مشکلات حل بشه و بهتر و بهتر بشه. تشکر از غریس. اگر کدام پیام و گفتنی داشته باشه، چون شما امروز داور هم هستیم و باید زودتر به مسابقات برگردیم. من جا داره که از شما و تمام دستاندرکاران شما و شخصا از جناب خود شما یک تشکری خاصی بکنم که واقعا به طول همین سالها و همین مدت های دراز که اصلا نتونست همین گوشتی پهلوانی ما به جای معرفی کنم. ای از طریق چینل افغانیت دیسی و از زحمت کشی شما آقای امیری شده که به تمام جان فیلن همین گوشتی ما رو همه مردم مشاهده میکنم و بسیار یک طرفدارای خاصی هم داره. بسیار تشکر از شما. موفق مایت باشم. سفرات باشم. حالا محمد احسان منتظر تا حریفی وارد میدان بشه و در تقابل به او قرار بگیره. ببینیم که در مقابل محمد احسان کی وارد میدان مسابقه میشه و نتیجه چی خواهد شد و کدام یک موفق میشه به برتری برسه. تماشاگر میشه یک لحظه حریف خود را جا بلند کرده و از حرکت پیچ چپه استفاده میکنه و حالا در راند اول به برتری میرسه. همین که حریف خود را جا بلند کرد از حرکت پیچ چپه استفاده کرد و موفق شد. او هم که محمد احسان جان باشه از حرکت زنگی راسته استفاده کرد و بالاخره در راند اول مسابقه به برتری رسید. امیدواریم که آسیب ندیده باشن هر دو ورزشکار، چون یک لحظه ما دیدیم از حرکت خیلی خطرناک استفاده شد که توسط محمد احسان جان بود. بله، مسابقه ایشان ادامه پیدا میکنه و خوشبختانه که کدام مشکل خاصی ندارن دو پهلوان. ببینیم که سرانجام کار کی میتونه در این مسابقه برتری رو از آن خودش بکنه. تا اینجا کار که محمد احسان از کلاپ نظرگاه موفق شده که پیش بیایه و کمر حریف خورد طوری به زمین زد که ما یک لحظه فکر کردیم هر دو پهلوان دچار مصدومیت شدن، اما خوشبختانه که این اتفاق رخ نداده و همچنان در راند دوم پای بر جای و مسابقه کمکان ادامه داره. هر دو کوشش هایی رو دارند و اینجایی که محمد احسان با حرکت کجا کمر حریف خورد به زمین زد، اما قبلش اشاره داد به حرکت زنگی راسته و پیروزی رو به دست آورد. جوی جان؟ بله عصیب جان، مسابقه که واقعا هر دو ورزشکار تلاش های زیادی کردن تا بالاخره یکی به برتری رسید. مسابقه بعدی نیمان وارد میدان مسابقه شده در مقابل حریف خوب. ببینیم که این تقابل چی میشه. یکی از کلاپ نظرگاه و دیگری هم از جمله ورزشکارانی است که از حرکت انده چپه استفاده میکنه. من در مقابل رقبای خود ببینیم پای چپرم کاملا جلو گذاشته تا نیمان موفق نشه از حرکت سنگی راست استفاده کنه. یک لحظه نیمان پای راست جلو گذاشته، ببینیم که حرکت انده راست استفاده کرد، پای چپ حریف خور میگیره، موفق نیه و او هم کجه میکنه و در راند اول با حرکت سنگی راسته نیمان موفق میشه از کلپ نظرگاه به برتری برسه. در تکرار صحنه ببینیم کجا هم استفاده کرد حریفی، هم هرچی تلاش کرد نیمان بالاخره رجا بلند کرد و برکت زنگی راسته کمر به زمین میزنه. بله، دیدیم که محمد نیمان از کلپ نظرگاه در راند اول موفقیت رو به دست آورد و مسابقه در راند دوم هم تا لحظاتی بعد آغاز خواهد شد. ببینیم که نیمان یک بار دیگر میتونه که به این موفقیت دست پیدا بکنه یا خیر این بار هم کمکان هر دو تلاش هایی را دارن. چقدر خوب کشتی میگیره نیمان، واقعا که مسابقه را به بهترین شکل ممکن به اتمام میرسانه و با نتیجه 2-0 موفق میشه که برتری را به دست بیاره. اگر که نیمه چپ راست به نیمه گفت استفاده کرد حریف او چندین بار رفت که از حرکت زنگه راست یا هم حرکت زنگه چپ استفاده بکنه، اما محمد نیمانه که موفق میشه پیروزی را به دست بیاره و زنگه خیلی خوبی ره استفاده کرد حریف او چندین بار تا تکمیل بشه اما ناموفق بود. بیندای عزیز، ممنونیم از اینکه شما بیننده مسابقات پهلوانی از دریچه کانال یوتیوب افغان 123 هستین. شما میتونین با سر زدن به پلی لیست کانال یوتیوب افغان 123
برنامه قندمال قهرمانان و برنامه های پهلوان واقعی و همچنان مستند اخیری که توسط همکاران عزیز ما در کانال یوتیوب افغان 123 ساخته شده و بالاخره محتویات خیلی جالب و مهیج داره، میتونین که سر بزنین و اون مستند رو نیز بیننده باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم تا جمعه بعدی. بدرود.